برای یکم خمشوربا تیار میکنم و همزمان میخواهم به سوال هایی که خیلی زیاد روان میکنید پاسخ گویم. هرچند که من به این سوال ها بارها جواب گفتم و در ستوریس هم گذاشتم، در باره خمشوربا ویدیوی پوره هم گذاشتم و سوال یکم که گوشت رو در آبی خنک اندازیم یا در آبی گرم، این وابستگی به آن دارد که شما چی تیار میکنید. برای خمشوربا گوشت رو در آبی خنک میاندازیم و بعد آتش رو فروزان میکنیم. برای آنکه گوشت در آب خنک که انداختیم همه فایدنوکیش رو به آب میدهد و آب خمشوربای ما هم سرغیزو و هم بومزه میشود. و وقتی که گوشت ها به جوش در آمدن کفگیرویش رو میگیریم، خمشوربا رو توزه میکنیم و بعدا سبزوات ها رو یک لخت میاندازیم. و اگر مثلا برای شما برای یگان سالاد، برای یگان کار گوشتی آب جوش در کار باشد، در این حالت گوشت رو در آبی جوش آمده استوده می اندازیم. وقتی گوشت رو در آبی جوش آمده استوده می اندازیم، قبض های بالایش مثل محکم می شوند و فایدنوکیش رو نمی موند به بیرون براید. برای همین برای سالات ها گوشت رو در آبی جوش آمده استوده، برای خمشوربا در آبی خنک می اندازیم و همه سبزوات ها رو یک لخت می اندازیم و یک دونه پیاز رو با پوستش می اندازیم. پیاز شسته تازه کرده شده به خاطری که خمشوربا خوش رنگ شود. و سیب زمینی یعنی کارتوشکا نمی اندازیم برای که هم مزه خمشوربا رو خوب نمی کند و هم رنگش رو خیره میکند. برای همین در خمشوربا سیب زمینی نمی اندازیم و کمی نمک و کمی دو سه قاشق روغن می اندازیم و در آتش پاس میمونیم یک ساعت یک نیم ساعت پاس بجوشد. چقدر که بسیار بجوشد خمشوربا هم قدر بامزه می شود، ولی آتش باید پاس باشد. و تو این زمان مرغ رو تیار میکنم. در زیر ویدیو اندازه ها رو می نویسم و حتما آنها رو ببینید و بخونید. و کمی زیرشک تیار میکنم. به تا به 20 گرم مسکن میاندازیم. نیم پیاله زیرشک رو که قبلا شسته تر کرده بودن اون رو میاندازیم و دو دقیقه زیاد نه، دو دقیقه تف میدیم تا زمانی که مثل دانه های انار دم کنن. از حد زیاد اگر استاد میسوزد و تلخ میشود. و کمی تف میدیم دو دقیقه و یک قاشق یا کمتر، من یک قاشق چند انداختم شکر میاندازیم
و اوتش رو خاموش میکنیم.